درودی دیگر خدمت همراهان همیشگی کانال کیوسک. با بسته دوم امروز با ما باشید. بازداشت عامل سپاه قدس در حمله به خانه نتانیاهو، پیام نخست وزیر. خبر روزنامه عربی از طرح ترامپ و نتانیاهو برای رژیم. مرگ مشکوک یک سرهنگ سپاه. پیش از شروع ویدیویی ببینید از اظهارات یکی از اعضای اتاق اقتصادی از فساد و دزدی حاکمان جمهوری اسلامی. ما مثلا اومدیم خودفوتی می‌خوایم موبایل تولید کنیم. یعنی مثلا از اون جوکای قرنه دیگه، ما الان 11 تا مجوز موبایل دادیم. من جای مقامات مربوطه بودم، به کسی که میومد مجوز تولید موبایل بگیره میگفتم شما اول برو همین شیشه موبایل رو تولید کن، شیشه‌شو تولید کنی من بقیه‌شو بهت میدم. حالا جالبه که مثلا منابعی هم که به وامایی که معاونت فناوری ریاست جمهوری داده، وامای کم بهره، فقط به یکی از این واحدهای تولید موبایل تو شرایطی که ما تو مضیقه جدی ارزی هستیم تو تمام رشته‌های صنعتی 360 میلیون یورو ارز داده شده. و این وسط این زنجیره ارزش صادرکننده در آوردن دادن. اما پیش از مشروع این اخبار، مثل همیشه از شما یاران کانال می‌خواهیم لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید و در انتهای برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. بازداشت عامل سپاه قدس در حمله به خانه نتانیاهو، پیام نخست وزیر. نهادهای امنیتی اسرائیل از برخورد دو بمب نوری یا منور به خانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در شهر قیصریه خبر دادند و آن را تشدید خطرناک خواندند. همچنین اصابت راکت به یک کنیسه در حیفا دو مجروح بر جای گذاشت. پلیس و آژانس امنیت داخل اسرائیل شینبت شامگاه شنبه 27 آبان در اطلاعیه مشترک اعلام کردند که این دو منور در حیات خانه نخست وزیر اسرائیل و بیرون از ساختمان فرود آمده است. بنابر این گزارش، بنیامین نتانیاهو و خانواده‌اش در زمان حادثه در آنجا حضور نداشتند. نخست وزیر با ارسال پیامی به مردم قول داد انتقام این عملیات را بگیرد، زیرا دیگر خط قرمزی نمانده که جمهوری اسلامی رد نکند. او از خانواده خامنه ای خواست در بیت رهبری نمانند و از آن فاصله بگیرند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید شلیک منور به اقامتگاه نتانیاهو همه ی خط سرخ ها را رد کرد. اسرائیل کاتس گفت غیر ممکن است نخست وزیر اسرائیل که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تهدید کردند او را ترور می کنند، دوباره از اقامتگاهش هدف همین تهدیدها قرار بگیرند. او در اکس نوشت سرویس امنیتی شینبت، پلیس اسرائیل و همه نهادهای امنیتی و قضایی اسرائیل باید فوراً و با شدت تمام اقدامهای ضروری برای پایان دادن به این وضعیت جدی را در پیش بگیرند. در پی اعلام این خبر، پلیس اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد سه مظنون شب گذشته به دلیل دست داشتن در این حادثه که عصر شنبه رخ داد بازداشت شدند. یک منبع امنیتی گفته یکی از این سه نفر از اعضای سپاه قدس و در ارتباط مستقیم با جمهوری اسلامی است. این بیانیه همچنین افزود که مظنونان به طور مشترک با سازمان امنیت داخلی مورد بازجویی قرار خواهند گرفت. خانه بنیامین نتانیاهو در شهر ساحلی قیصریه 28 مهر ماه نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت و مقام‌های اسرائیل از تلاش ایران برای ترور نخست وزیر این کشور سخن گفتند و به حمله جدید به ایران به تلافی این اقدام اشاره کردند. محمد قائدی درباره نقش جمهوری اسلامی در این حمله توضیح می‌دهد. دو منوری که به خانه رئیس جمهور به نخست وزیر اسرائیل شلیک شده، ممکنه که یک سناریو دیگه در کار باشه. من منابع اسرائیلی رو که چک می‌کردم می‌دیدم که در واقع دو سناریو مطرحه. یک سناریو همون چیزی است که وزیر خارجه اسرائیل گفته و از جمهوری اسلامی و حزب الله صحبت کرده، اما سناریوی دوم سناریویی است که ممکنه که این عوامل داخلی که مخالف آقای نتانیاهو هستن این کار رو کرده باشن و سه قرینه هم معمولاً تر میشه. یکی این که شلیک منور از جایی مثل لبنان یا غزه با توجه به فاصله‌اش و مشکلات تکنیکی که وجود داره یک چیز غیر محتمله، بنابراین این منورها از داخل خاک اسرائیل و از نزدیک اقامتگاه رئیس جمهور در نخست وزیر در قیصریه شلیک شده. دو اینکه آقای هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل در بیانیه‌ای که داده به این اشاره کرده که فضای عمومی اسرائیل نیازمند این هست که یک مقدار آرامش بیشتری داشته باشه،
که ممکنه اشاره به این باشه که احتمال داره که عاملش داخلی بوده باشه. و آقای یایر لاپید هم در بیانیه‌ای که داده بود خواسته بود که پلیس اسرائیل مقصر این حادثه رو شناسایی کنه. من به این قرائن معتقدم که باید صبر کنیم، در روزهای آینده ببینیم گزارشی که شینبت و پلیس اسرائیل آماده خواهند کرد آیا اشاره بر این داره که این منورها از مثلا حزب الله و از سمت ایران شلیک شده یا نه. و یک گزارشی هم الان در اومده که نشون میده پهپادی در اون محدوده شناسایی نشده و این هم نشون دهنده اون محدودیت تکنیکی برای شلیک منور از خاک لبنان یا از غزه در این خصوص هست. البته من شبکه المیادین که خیلی نزدیک به حزب الله هست رو هم چک می‌کردم، اونها بعدشون نمیاد که در واقع برای این موضوع اعتبار بگیرن و دارن اشاره میکنن بدون اینکه به شکل مستقیم حزب الله مسئولیتش رو به عهده بگیره، اما به شکل غیر مستقیم دارن اشاره میکنن که این هم چیزی به شبیه به حمله ماه قبل به اقامتگاه نخست وزیر است. اما اگر که ثابت بشه که این حمله با پشتیبانی ایران یا از طرف حزب الله بوده باشه، اولا که این مشروعیت رو به اسرائیل میده که حملات مشابهی در خاک ایران انجام بده، یعنی اقامتگاه مقامات رو مورد حمله قرار بده و این چیزیه که اسرائیل تا الان از اون خودداری کرده، با در نظر گرفتن اینکه ترامپ در آمریکا بر صحنه اومده، تیم وزارت خارجه، تیم در واقع امنیت ملی و کلا مقاماتی که داره انتخاب میکنه مقاماتی هستن که به شدت ضد جمهوری اسلامی هستن، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ماها و سالهای سختی رو پیش رو خواهد داشت با توجه به اینکه اسرائیل اگر که این ثابت بشه خودش رو بیشتر در وضعیت مشروعی میدونه که بتونه حملات متقابل انجام بده، بنابراین به شکل جدی میتونه جان مقامات جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده و این یک تسعید بزرگ و بالا رفتن بسیار بزرگ از این نردبان تنشی که بین ایران و اسرائیل وجود داره، بنابراین موضوع میتونه بسیار به نظرم جدی باشه. خبر روزنامه عربی از طرح ترامپ و نتانیاهو برای رژیم. شرق الاوسط امروز در مقاله‌ای با اشاره به برخی گزارش‌ها در اسرائیل نوشته است که از چند ماه پیش دونالد ترامپ و گروه همراه او با مشارکت اسرائیل طرح‌های مختلفی از جمله طرح سرنگونی رژیم اسلامی ایران را تهیه کردند. روزنامه اسرائیلی هیوم با اشاره به همین مطلب گفته است که برخی انتصاب‌های اعلام شده در دولت آینده ترامپ در واقع گویای تمایل به همین طرح سرنگونی حکومت اسلامی است. شرق الاوسط افسوده است بی سبب نیست که حکومت تهران ناگهان به عملیات وعده صادق 3 یعنی موشک باران کردن اسرائیل بی سر و صدا خاتمه داد. یتعود آهارونوت نیز به نقل از منابع آمریکایی نوشته است که مجادلاتی در درون قدرت ایران شکل گرفته است، در حالی که عده‌ای خواستار سازش و دستیابی به یک برجام جدید با دولت جدید ترامپ هستند، گرایشی دیگر همچنان به ضرورت دستیابی به ظرفیت تولید سلاح اتمی تاکید می‌ورزد. شرق الاوسط با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها در ایران به نقل از روزنامه هاآرتس نوشته است که صدومین روز روی کار آمدن مسعود پزشکیان همزمان بوده است با تشدید همه بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران. در این صد روز ارزش ریال 20% دیگر کاهش و قیمت مایحتاج عمومی، برق، آب و حمل و نقل بین 25% تا 70% افزایش یافت و رژیم اسلامی 440 نفر را نیز اعدام کرد که حدود 2 برابر اعدام‌هایی است که در دوره ابراهیم رئیسی صورت گرفت. به نوشته شرق الاوسط، اوضاع جمهوری اسلامی از این نیز بدتر خواهد شد، زیرا بودجه سال آینده منابع کمک‌های اجتماعی را قطع کرده و قرار است همزمان بهای بنزین را 40% افزایش دهد. به همین خاطر نگرانی از وقوع و گسترش اعتراض‌های خیابانی نظیر آبان 98 نیز افزایش یافته است که طی آن جمهوری اسلامی 1500 تن از معترضان را در خیابان‌ها به قتل رساند. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران از آن کرد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی هیچ دستاوردی داشته باشد. او همچنین آزمایش بمب اتم از سوی جمهوری اسلامی را تنها راه برقراری تعادل در منطقه دانست. نادری روز شنبه 26 آبان گفت ما هزینه چند برابری ساخت بمب اتم را در طول این سالها در بحث برنامه هسته‌ای خودمان پرداخته ایم و هیچ عایدی در حوزه امنیتی برای ما نداشته است. معتقدم ما باید به سمت آزمایش بمب اتم برویم و هیچ راه دیگری برای ما وجود ندارد. این عضو هیئت رئیسه مجلس افسود تا ما به سمت بمب اتمی نرویم تعادل در منطقه برقرار نمی شود. طرف مقابل تعداد نامعلومی کلاهک هسته‌ای دارد که هر لحظه بخواهد می تواند به هر کجا شلیک کند. پس دلیلی وجود ندارد ما سلاح متناسب و متقارن آن را نداشته باشیم.
نادری تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی را نظر مردم و درخواست جمع کثیری از نخبگان ایرانی در دانشگاه‌ها و غیر دانشگاه‌ها عنوان کرد. الکس وطنخواه، کارشناس امنیت خاورمیانه و مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه، روز 21 مهر گفته بود صراحت بی سابقه مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در مورد احتمال ساخت بمب هسته‌ای به ترس و احساس ناامنی فزاینده حکومت ایران باز می‌گردد. مرگ مشکوک یک سرهنگ سپاه. بسیج شهرستان رفسنجان در استان کرمان روز شنبه 26 آبان ماه در اطلاعیه ای اعلام کرد سرهنگ پاسدار محمد رضا بیازی پور حین انجام مأموریت طی حادثه‌ای در میدان تیر کشته شد. بر اساس این اطلاعیه او روز پنجشنبه 24 آبان ماه در میدان تیر در اثر تیراندازی سهوی از ناحیه کمر به شدت مجروح شد و به بیمارستان منتقل گردید، اما دو روز بعد بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست داد. گفتنی است سرهنگ بیازی پور 40 ساله اهل روستای بیاز شهرستان انار بازرس ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رفسنجان بود. روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان در بیانیه‌ای اعلام کرد بیازی پور حین اجرای مأموریت آموزشی در یکی از مراکز آموزشی سپاه استان در مرکز آموزش سپاه رفسنجان دچار سانحه شد. در این اطلاعیه مشخص نشده که چه کسی از پشت به سمت این سرهنگ پاسدار تیراندازی کرده است. طی سالهای اخیر سپاه سارالله استان کرمان نقش اصلی در سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان داشته است. همراهان و یاران عزیز، به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم. یادتون باشه دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحلیلی کیوسک. پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید.